سلام بسیار گرم به شما بینندگان عزیز. شهلا دانشور هستم، برنامه کارگران به یک دنیای بهتر را خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال شما عزیزان خوب باشه و آماده دیدن برنامه این هفته ما باشید. موضوعات بسیاری هست که امیدوارم فرصت به ما امکان بده که با شما در میان بذاریم. از یک طرف آخر سال معاهده تعیین حداقل دستمزد و گفتمان های داغه هم در درون حکومت هم در میان کارگران و تحرک بی سابقه در میان کارگران به اثر خاص افزایش دستمزد رو ما شاهد هستیم. از طرف دیگه باز آخر ساله و مسئله دستمزدهای پرداخت نشده و ایده پایان سال، این هم به اعتراضات در محیط های کارگری دامن بیشتری زده. در کنار اینها کانون های داغ اعتراضات کارگران نفت در تدارک اعتصابی دیگه ای هستن، به دنبال اعتصابی که در مرداد ماه داشتن و 25,000 کارگر در اون شرکت کردن. همینطور نیشکر رفته به پیگیر مطالبات چون اصلا کارگران فولاد اهواز با بیانیه خواستار افزایش حقوق به 12 میلیون شدن و از اون طرف معلمان با تجمعاتشون، معلمان حق و تدریس خواهان استخدام در آموزش پرورش هستن. کارگران راهن در ادامه مبارزات پی در پی خودشون باز اعتراض دارن به تعویق پرداخت دستمزدشون و همینطور قراردادهای موقت کاری و بازنشستگان فراخوان دیگه ای دادن به تجمع در دهم اسفند ماه و همینجور احضارها و دستگیرها و کارزارها. میبینید موضوعات بسیاره و امیدوارم به همه اینها برسیم. از نفت شروع میکنیم. همونطور که اشاره کردم کارگران نفت در تدارک اعتصابی دیگه هستن. خب در این رابطه بیانیه دیگه دادن، بیانیه دوم اونا، بیانیه اولشون در همبستگی با تجمع اعتراضی کارگران رسمی نفت در 4 بهمن ماه بود که اونجا خواستاشون رو اشاره کرده بودن. این بیانیه مستقیما در رابطه با اینه که دارن میرن به طرف اعتراض دیگه به خاطر اینکه وعده های داده شده انجام نشد و به خاطر اینکه فشارها هر روز سنگین‌تر میشه، تورم بیشتر میشه، قدرت خریدشون هر روز کاهش بیشتری پیدا میکنه. تو این بیانیه که دادن به نکات جالب اشاره میکنن. یه نکتهش مروری هست به اعتراض مرداد ماه و اعتصاب سراسری که داشتن و در اون اعتصاب خب اعتراضشون به فقر بود، به گرانی بود، به اون شرایط خفقان و پادگانی مراکز نفتی و مصادر وابسته به اون بود، به عدم رعایت پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی بود، به پایین بودن استاندارد امکانات معیشتی و زیستی و کاریشون در مراکز نفتی بود و خواستای رو مطرح کرده بودن، افزایش حقوقا به 12 میلیون، همینجور اینکه اون درمان رایگان شامل همه کارگرای نفت بشه، هیچ کارگری کمتر از 12 میلیون نباید پول بگیره، کار پیمانی باید به رسمی و دائمی تبدیل بشه، قراردادهای موقت باید لغو بشه و دائمی بشه و دست پیمانکاران کوتاه بشه، قوانین ویژه اقتصادی کنار زده بشه، اون فضای امنیتی در محیطای کارشون از بین بره، بتونن حق تشکل داشته باشن، حق تجمع داشته باشن و اینها موضوعاتی بود که روش توی اون خواستاشون و تو اعتراضاشون تاکید کرده بودن. تو این بیانیه هم باز هم همچنان بر اینها تاکید میکنند. یکی از اعتراضاشون به دزدی ها و اختلاس ها تحت عنوان خصوصی سازی ها و توی همون پوشش تعرض به زندگی و معیشت کارگران و بیکارسازی هاست که تو همین مدت هم اعتراضات بسیاری در مراکز مختلف نفتی و مصادر وابسته اون از جمله پالایشگاه ایلام ما شاهد هستیم که در اعتراض به بیکاری ها بوده، یاد موضوع اعتراض به عدم رعایت پروتکل های بهداشت جهانی در مقابله با بیماری کرونا یا تعویق پرداخت دستمزد. تو این بیانیه علاوه بر این خواستا که در دور اول اون رو قدم به قدم جلو بردن،
و امروز فرموله تر و روشنتر دارم میگن که در رأسش میگن بله ما خواهان افزایش دستمزد هستیم، ولی برای اینکه جلوی تعرضات رو بگیریم، برای اینکه امنیت شغلی داشته باشیم، باید قراردادمون دائمی بشه و باید دست پیمانکاران کوتاه بشه. جدا از اینها همونطور گفتم اشاره میکنم به تجربه قبلی و از اینکه چگونه تو اون مقطع که کارگران نفت به دلیل اون شرایطی که در اون وجود داره، اون شرایط امنیتی که ایجاد کردن، 40,000 نیروی حراست استخدام کردن، کمیته نمیدونم سپاه در نزدیکیش دایر کردن که تکون نخوره کارگر، همینجور قراردادهای پیمانی تکه تکه کردن، هر بخش رو سپردن هر بخش به پیمانکار، مانعی بوده برای اعتراض سراسر خودشون. اعتصاب مرداد ما یک نقطه عطف بود در اعتراضات این کارگران، و این رو میگن، میگن تو این شرایط خب فضای انفجاری بود در نفت و به همین دلیل خب در نبود اینکه کارگر نفت گروه های خودشو داشته باشه، مکانی داشته باشه که حرف خودشو بزنه، گروه های جلو افتادن تحت عنوان کمپین یک، کمپین دو، کمپین سه و هیاهوی هول کمپین ها، کمپین دستمزد، و به این شکل سعی کردن کنترل کنن اعتراض ما رو. این حرفشونه، همه لب به حرفشونه، و میگن اونجا سازمان دهندگان این حرکت همه تلاششون این بود کارگر بره خونه، مبادا تجمع بشه، مبادا دور هم باشه، و به هم داری میگنن کار تعطیل، اعتصاب به خونه ها برگردید. و بعد استدلال میارن، میگن یه استدلالش اشخاصی مثل ارسلان امینی هستن که به عنوان سازمانده کمپین اول، کمپین اعتراضی مرداد ما، الان باز خلاصه به تحرک افتادن و شروع کردن اینکه ما کمپین بعدی رو به راه خواهیم انداخت، اما اگر وعده ها اجرایی نشد، دلیلش این بود که 40%، 45% از کارگران برگشتن سر کار و خیانت کردن، ترسو بودن، بزدل بودن، از این حرفا، حرفایی که به قول این دوستان کارگر حتی شورای اسلامی هم جرأت نمی کنه با این زبان به کارگر صحبت بکنه. و بعد از اینکه این تجربیات رو میگن که 40% برگشتن سر کار، بعد دوباره نسخه خانه نشینی و اینکه بله اعتصاب میشه، برگردید خونه ها، هیچ استرسی هم به خودتون راه ندید، دنبال زندگیتون باشید، تحت این عنوان دارن کمپین را میدازن، یعنی از بالای سر کارگر، همونطور که در دور قبل هم کارگرها رو فرستادن خونه و بعد خودشون نامه دادن به مجلس، به خامنه ای، و بدون اینکه کارگر دخالتی داشته باشه. اینها همه مفادیه که این دوستان در این جنبندی خودشون اشاره میکنن. و بعد به قسمتی از صحبتهای ارسلان امیری که قابل توجهه، ارسلان امیری ضمن این سرزنش کردن کارگران به عنوان خائن و ترسو و بزدل و همه این چیزا، میگه هر گونه اقدام خسرانه و بدون علم و آگاهی از مسائل افزایش حقوق، بدون بندهای حقوقی مزایا و تاریخ مشخص و بدون هماهنگی با طراحان کمپین اصلی، باطل و غیر قابل قبول برای جامعه پروژه‌ای و طراح کمپین باشه، و این چنین جفزدگی ها و اقدامات نسنجیده و کور باعث چند دستگی و سردرگمی و بی‌نتیجه موندن و شکست کمپین اصلی پیش رو خواهد بود. و در همونجا نصیحتش به این کارگران اینه که احساسات خودشون رو کنترل کنن، از این حواشی که نیروهای افراطی و خودسر ایجاد می‌کنن دوری کنن. و بعد دوستان میگن که منظور اینها هم نیروهای افراطی ما هستیم که میگیم باید شورای تصمیم بگیریم، ما هستیم که میگیم تجربه نیشکر افتپه رو داریم، ما هستیم که میگیم باید خودمون دخالت کنیم، و هر گونه اتفاقا طراحی از بالا سر ما باطل هستش. و این نامه، خود این گفتمان هم یک نقطه عطف تو مبارزات کارگران نفت، و تو این فضاست که این تحرک اعتراضی در میان نفت رو ما شاهد هستیم. و تو همین مدت هم در پتروشیمی های مختلف از ماهشهر و ایلام و جاهای بافتکار و جاهای مختلف شیمی بافت
شیمی بافت و پالایشگاه آبادان و اصلویه و همه اینا ما مرتبا خبرهاشو دادیم که میبینیم مرتبا و دائما اعتراض و مبارزه بوده. در چنین فضایی یک کارگران غیر رسمی نفت در تدارک اعتصاب هستن و میگن در این حال یه تاکید جالب دارن که میگن خواستای ما در یک نقطه مشترکی داره به خواستای کارگران رسمی، اون هم کوتاه شدن دست پیمانکاران، ایمن شدن محیط کار و شرایط قابل قبول زیستی و کاری در این مراکز، و در این حال ایستادن در مقابل دزدی ها و اختلاس ها و فضای امنیتی که در محیط های کار ایجاد میشه. زنده باد کارگران نفت، صدای این کارگران باشیم، اخبارشون رو وسیعا رسانه ای کنیم. اما اجازه بدید که یک کلیپ ببینیم از تجمع این هفته بازنشستگان تأمین اجتماعی که به راستی باز هم گل کاشتن، و بعد خبر اون رو براتون اینجا خواهم گفت. فداکت عمومی، حقوق های نجومی، فداکت عمومی، حقوق های نجومی، فداکت عمومی، هفته بازنشسته حقوق طبق تمرد ما یه ضربه شست کوچیک نشون دادیم که بدونید ما همیشه اینجا جمع نمیشیم وایسیم شعار بدیم، اینطورا نیست. یه شمش رفتیم و اومدیم، دفعات بعد اینطور نخواهد بود. دولت، آقای دولت، آقای وزیر کار، اینطوری ما نیستیم. ما چیزی که خطر نیستیم، ما کسایی هستیم که 30 سال این کارخانجا از شرکت ها کار کردیم. بنده شخصا رو فونداسیون شبا خوابیدم، فونداسیون سر حاضر نیستم دیگه وایسم اینجا ببینم حقمو میخورم. همه را به سما هستن، تا حق خود نگیریم از با حق خود نگیریم از با نمی نشینیم، تا حق خود نگیریم از با نمی نشینیم. تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز
نسبت به کمبود حقوقان و سختی معیشت بازنشستگان محترم شهرستان نیشابور در تاریخ 3/12/99 سراغ اعتراضات پی در پی بازنشستگان که الان شده هفتگی و برای دهم اسفند ساعت 10:30 صبح باز هم فراخوان به تجمع سراسری دادن در مقابل تامین اجتماعی در تهران، سازمان تامین اجتماعی و مراکز اون در شهرستان. در سوم اسفند که تجمع داشتن در بیش از 10 شهر این تجمع به پا شد، مثل تهران، نیشابور، اصفهان، اهواز، خرم‌آباد، عراق، تبریز، یزد، اردبیل و دسفول، شوش، کرمانشاه، قزوین، شوشتر، ایلام، کرج، بجنور، ساری، رش و بیرجند و همینطور شوشتر، جاهای مختلف. امیدوارم جایی رو من از قلم نینداخته باشم. شعارهای فریاد فریاد از این همه بیداد، بعد بعید کافیه، سفره ما خالیه، صندوق بازنشسته، سرقت دزدان گشته، ظلم ستم کافیه، سفره ما خالیه، بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است، گرانی تورم بلای جان مردم و حقوقای نجومی، فلاکت عمومی، زحمتکشان دیروز، معترضان امروز و شعارات تو همین راستا. اعتراضشون به فقر، به گرانی، به تبعیض، به نابرابری، به اختلاسات، به دزدی هاست و مطالبات دارن. افزایش حقوقشون باز هم اینها هم بازنشستگان هم تاکیدشون اینه که حقوق باید بالای 12 میلیون باشه، درمان باید رایگان باشه و همینجور تحصیلات برای تامین مسکن و در این حال اجرای پروتکل های سازمان بهداشت جهانی در مقابل با بیماری مهلک کرونا. اینها خواستاشونه، اجرای همسانسازی و بالای حقوقشون بالای 12 میلیون و با شعار فقط کف خیابون میاد به دست میاد حقمون، مرتباً قرار تجمعات بعدی رو میدن و گفتن تا وقتی که به خواستاشون نرسن این اعتراضات ادامه خواهد یافت. خواستای بازنشستگان خواستای همه جامعه است و میبینیم که وقتی کنار هم میذاریم خواسته بازنشستگان رو، نفت رو، فولاد رو، هفت تپه رو، میبینیم جامعه داره یک پارچه علی فقر، گرانی، تبعیض، نابرابری، اختلاس و دزدی فریاد میزنه و داره علیه حقوقای نجومی، فلاکت عمومی ایستاده، علیه این تبعیض فاحش طبقاتی، این شکاف فاحش طبقاتی که توی بیانیه های دستمزد کارگران میگن که این فاصله 360 درجه‌ای طبقاتی در سطح جامعه به این شکل اون رو تصویر میکنن و از خواستاشون میگن و میگن حقوق دستمزدها باید بالای 12 میلیون باشه. و حالا که به این مسئله اشاره کردم بد نیست بگم که برم سراغ بحث دستمزد. الان آخر سال، مسئله تعیین حداقل دستمزد، نمیدونم دارن از مسئله دستمزد توافقی صحبت میکنن. معاون حقوقی روحانی نامه مستقیمش داد و شورای عالی کارو دور زد و کلی سر صدا به پا کرد. از اونور میگن که بخش زیادی از این کارگران مجرد هستن، نمیدونم بخششون دو تا نانآور توی این کارخونه هستش، تعداد خانوار کموم شده، یعنی حتی 3 نفر هم میخوان تعداد خانوار رو تو محاسبه دستمزد کمتر کنن برای اینکه سرته دستمزد باز هم بیشتر و بیشتر بزنن. مگر نه همه میدونیم که این جمعیت وسیع میلیونی بیکاری به عکس یک نفر نانآور 10-12 نفره، مادر و پدرش و فرزندانش و همه رو مجبور تو خونه تامین کنه، یا یک جوانی وقتی به کار میرسه مجبور خرج خانواده مادر و پدر و خواهر و همه رو بده به عکس خانواده. و اینها همه زمین سازی تعرض به زندگی و معیشت کارگران و کارگران مقابلش ایستادن، فراتر از این، بالاتر از این ایستادن، میگن کل این بساط قبول نداره، این بردگی رو قبول نداره. خودشون مثل هر سال رقم اعلام کردن بالای 12 میلیون. 9 تشکل کارگری در این رابطه بیانیه دادن که هفته پیش گزارشش رو اینجا داشتیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران بیانیه داد که باز هم قبلا در موردش گزارش کردیم
و آخرین مورد کارگران فولاد اهواز بیانیه دادن. جالبه، بیانیه ها از سطح تشکل‌های کارگری فراتره، داره میره به درون کارخونه. زمزمه همین بس تو نیشکر هفت‌تپه‌ست و باید به همین شکل گسترش پیدا کنه تو سطح جامعه، کارخونه به کارخونه. اونجا که اعتراض میکنیم علیه دستمزدهای پرداخت نشده، بگیم نه تنها حقوقهای موافقه ما باید پرداخت بشه، بلکه باید سطح اون به بالای خط فقر 12 میلیونی که سبد هزینه کارگر هستش امروز میگه بنا به گفته‌های خود حکومت افزایش پیدا کنه، اگرچه بخش زیادی از مردم مسکن ندارن و حتی این هم کفاف نمیکنه. و به قول دوستانی که تو بیانیهشون نوشتن، تورم لحظه‌ای بالا میره، قیمت‌ها لحظه‌ای بالا میره. خب باید وسیعاً به این جنبش پیوست، فرصت کمه و موعد بسیار خوبیه. این آخر سال موعدی که تعیین دستمزد هست، فرصتی هست که کارزار برای افزایش دستمزد رو، کارزار علیه زندگی زیر خط فقر رو، کارزار علیه اختلاس و دزدی ها رو، کارزار علیه این فاصله و شکاف عظیم طبقاتی رو قدرتمندتر به جلو بریم و به این ترتیب میتونه یه نقطه عطف مهمی تو جنبش اعتراضی کارگری و تو سطح جامعه باشه در دفاع از زندگی و معیشت. وسیعاً باید به این پیوست. خبر دیگه رو بگم، تجمعات معلمان حق و تدریسی که باز در سوم اسفند تجمع داشتن با خواست استخدام رسمی در آموزش پرورش، تجمعات پی در پی داشتن در ایزم، باز جداگانه مربیان پیش دبستانی تجمع داشتن. 58,000 از کسانی که تو آموزش پرورش الان کار میکنن به صورت موقت هستن و به همین دلیل این اعتراضات وسیعه و اینها حتی بعضا از حداقل حقوق کارگر کمتر میگیرن. و یه خواست معلمان شاغل هم استخدام رسمی این کارگران، برای اینکه فشار این معلمان، برای اینکه فشار کار باید کم بشه، برای اینکه سطح آموزش بره بالا، در کنار تحصیل رایگان استخدام معلم و استخدام رسمی معلمان موقت و بقیه خواستایی که میگن افزایش او به بالای 12 میلیون، اینا همه خواستای معلمان پایان دادن به امنیتی کردن که یک کارزار مهم معلمان است و معلمان یک بخش بسیار معترض جامعه هستن که نقش مهمی در جلو آوردن خواستای سراسری جامعه از جمله تحصیل رایگان داشتن و الان بحث استخدام معلمان موقت هستش. که یک کلیپی میبینیم از تجمع اعتراضی معلمان حق و تدریسی در مقابل مجلس و بعد لحظات آخر برنامه رو در خدمتون خواهم بود. جالبه که اعتراضات بازنشستگان انعکاس جهانی داشته، از جمله کنفدراسیون سندیکای جهانی اینداستریال اعلام حمایت کرده. تو همین راستا همین کنفدراسیون از مبارزات کارگران ایران خودرو در تبریز اعلام حمایت کرده که در اعتراض به تعویق پرداخت چند ماه مزدشون و حق بیمه و اخراج‌ها تجمعاتی داشتن و ایران خودرو یکی از مراکز بزرگ است که اونجا هم مثل یک مجتمع و فضای بسیار امنیتی سنگینی داره و همواره کارگران یکی از موضوعات اعتراضشون همین بوده. روز سوم اسفند بازنشستگان فولاد و معدن در اعتراض به محرومیت درمان اعتراض کردند و همینجور اعتصاب در پالایشگاه نفت سنگین قشم بوده که 200 کارگر شرکت آویجه در پالایشگاه نفت سنگین قشم از اول اسفند در اعتراض به تعویق پرداخت 2 ماه دستمزد و دیگر طلب‌هایشون در اعتراض هستند. و
روز دو اسفند 400 کارگر پروژه‌ای پالایشگاه آبادان تو شرکت‌های اکسیر صنعت سکاف و آباد راهان در اعتراض بعدن پرداخت دو ماه حقوق ایده آخر سالشون تجمع اعتراضی داشتن. در راهن و قطار شهری اهواز و جاهای مختلف بر سر همین مسئله دستمزدهای پرداخت نشده اعتراض بوده و الان وسیع‌ترین اعتراضات علیه دستمزدهای پرداخت نشده است در پایان سال و این قدرت بیشتری به این اعتراضات میده و میتونه زمینه سراسری‌تر شدن این اعتراضات رو فراهم بکنه. خب آخرین لحظه برنامه هست، اجازه بدید به احضارها و دستگیری‌ها و کارزارها اشاره کنم. ارجاع پرونده جوانمیر مرادی به شعبه یک دادگاه انقلاب کرمانشاه که خواست ما و خواست همه جامعه بسته شدن فوری این پرونده است، بسته شدن تمامی پرونده‌های امنیتی جوانمیر مرادی، اتهاماتی که هست فعالیت در دفاع از حقوق کارگر، مصاحبه با کارنامه‌های ماهواره خارجی در رابطه با وضعیت زندانیان و شکنجه زندانیان سیاسی، پیام ویدئویی به مناسبت سالگرد جانباختگان سال 98، مخالفت با اعدام نوید افکاری و روح لازم، توزیع کمک‌های مالی در میان کودکان کار و خیابان و انتشار گزارش و عکس از لحظه توزیع اقلام کمکی، این هاست از طریق کانال انجمن صنفی که این کانال رو بستن. خب جوان مورد چهره سرشناس کارگری و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران دستگیر شده بود که بعد زیر فشار آزاد شد و حالا براش دارن پرونده سازی میکنن و برای چنین انسانهایی با چنین اعتراضات درخشانی دارن پرونده سازی میکنن. به قول کارگران، دزدان آزادن، کارگران در زندانن. موضوع دیگه آتنا دائمی هستش که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آتنا رو نپذیرفت. آتنا به 2 سال و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود که روز 18 خرداد پرونده جدید برای اون گشوده شده بود. آتنا دائمی یه چهره بسیار شاخصی هستش علیه اعدام، در دفاع از حقوق کودک و در دفاع از حقوق زنان و همیشه صدای انسانیت بوده. آتنا دائمی و تمامی زندانیان سیاسی باید فوراً و بدون قید شرط آزاد بشن. خب وقت برنامه ما پایان گرفته. متشکرم که همراه ما بودید. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو می کنم.